أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله علی حلمه بعد علمه، والحمد لله علی عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ديان يوم الدين. اللهم صل وسلم على حبيبك ونجيبك وسفيك وخيرتك في خلقك، حافظ سرك ومبلغ رسالاتك، بشير رحمتك ونذير نقمتك، سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين، وصل على جميع الشهداء والصالحين، وصل على أئمة المسلمين وهماة المستضعفين وهداة المسلمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری می کنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه عزیزان، شرکت کنندگان، خواهران و برادران را بر رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش می کنم. امیر بیان، سردار سخن، پیشوای سفیدرویان علیه افضل صلوات المسلین فرمودن: ان التقوى افضل كنز و احرز حرز و اعز عز فيه نجاة كل هارب و درك كل طالب و ظفر كل غالب. مردم هوشیار و بیدار باشید که تقوا بهترین گنج است، محکمترین پناهگاه است، افضل کنز و احرز و حرز، عزیزترین عزت است، نجات هر گریزنده از هلاکت و از عذاب و از جهنم گره خورده به تقوا، امید هر جویندهی و هر هدفمند به سوی نجات و هدایت تنها در پناه تقواست. امید است هممان به این سفارش و به این نکته حساس و کلیدی در حفظ و در نجاتمان توجه داشته باشیم و در لحظه لحظه زندگی نصف العینمان قرار بدهیم. در خطبه اول بحث قرآنی را که دنبال می کردیم با عنوان حیات و شرایط بهتر و خوب زندگی کردن را از قرآن با منظر دیگری تحت عنوان امت اسلامی و راهکارهای عزت و اقتدار امت اسلامی پی خواهیم گرفت. در خطبه دوم مهمترین موضوعی را که لازم می دانم در نماز جمعه دنبال کنم و با هم این قضیه را به گفتگو بنشینیم،
حوادث و جریان‌هایی است که غیر مترقبه و برخلاف انتظار در این روزها در گزارشات و در اطلاعیه‌ها شاهدش هستیم. امید است که حرفمان با عنوان یک دلسوز و با عنوان یک کسی و با عنوان جمعیتی که در این مرزوبوم عشق و علاقه و در واقع باور داریم و گوش همه مسئولین و به سمع جهانیان برسد. اما خطبه اول عرض کردم زندگی سهمی است برای همه انسان‌ها، نه تنها برای انسان‌ها، برای همه موجودات، و در این سهم همه حق دارن اون چرا که برای بهتر زندگی کردن مؤثر است و او دسترسی پیدا کنن. عدالت همین میگه، حقوق و خرد و اندیشه این قضیه را دنبال میکنه و در واقع تایید میکنه. موضوعی ده که لازم دانستم از منظر قرآن با عنوان یک کتاب مورد قبول برای جامعه اسلامی دنبال کنم قضیه امت است. بیش از ده‌ها آیه در قرآن بحث امت را مطرح کرده. امت یعنی مردم. در بین امت‌ها از آیات قرآن استفاده می شود که امت اسلام بهترین امت است. کنتم خیر امت اخرجت للناس. در آیه دیگر امت اسلام را امت میانه، امت وسط معرفی کرده. قبل از اون که من به این بحثا بپردازم، یک نکته ای را درباره امت از منظر قرآن متعرض شوم. سوره ای داریم در قرآن به نام سوره جاثیه، جیم الف با ثه نقطه. وقتی یک کسی در یک کاری لنگ میمانه و به زانو در میآید میگویند جاثیه، یعنی به زانو در آمد. قرآن میفرماید و ترا کل امت جاثیه. پیامبر، جاثیه 45 سوره قرآن است در آیه 28، هر امتی را به زانو در آمده میبینی. ترا از رؤیت است، رؤیت یعنی دیدن، رؤیت هلال یعنی دیدن ماه. ترا کل امت جاثیه، هر امتی را میبینی به زانو در آمده. کل امت تدعا الى کتابها، هر امتی دعوت میشه به سمت نامه عملش. الیوم تجزون ما کنتم تعملون. قیامت روزی است که هر کار انجام دادن او را به ایشان نشان میده. هر سیستمی، هر حکومتی، هر پلانی، هر برنامه ای را که اجرا میکنن فردای قیامت به امتها نشان داده میشه. بعد اون نامه عمل به شکل بسیار روشن و واضح که هر کس میتونه بخوانه و هر امتی هم میتواند بخواند، هر جمعیتی هم اونها را به راحتی میتواند تصدیق بکند، جلد چشم ها قرار میگیره. هازا کتابنا، این نوشته های ماست. ینطق علیکم بالحق، بر علیه شما، بر ضرر شما سخن میگوید. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. گاهی کپی میگیریم، گاهی مثلا عکس میگیریم از یک سند برای که یک روزی علیه طرف از اون سند استفاده بکنیم، از اون صحنه استفاده بکنیم. خدا میفرماید که عمل کرده شما پیش ما نسخه برداری شده. همه امت ها فردا جواب میگن.
بعضی ها فکر میکنن این جواب دادن در قبال حرکت های اجتماعی مخصوص آخرت است. آخرت که 100% باید آدم جواب بگه. بالاخره در این دنیا هم تاریخ نشان داده هر زعیمی، هر قدرتی، هر حکومتی اون چرا که انجام داده در یک مرحله پاسخ داده. ما با قرآن به عنوان یک کتاب مرده نگاه نمی کنیم. تنها به آخرت نیست اجر و ثواب قرآن. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. همه تر و خشک، همه نیازهای بشر در قرآن هست. ما چرا در موضوعات اجتماعی از قرآن استفاده نمی کنیم؟ تا به کی فقط تعظیم و بوسیدن و حرمت کردن خوش و غیر مؤثر ایده ما باشد؟ بیاییم به تعبیر قرآن ناطق، قرآن امیر بیان فرمود الا فستنطقو، هوشیار باشیم، قرآن را به زبان در بیاریم. خیلی از موضوعات اجتماعی را بیاییم از منظر قرآن حل کنیم. بگردیم در جایی که به یک قضیه برخوردیم، اگر واقعا قرآن را قبول داریم، به پیامبر ایمان داریم، به آخرت ایمان داریم، از منظر قرآن را پیدا کنیم و دستور قرآن را اجرا کنیم. اگر دیگرا به ما خط میدهند بحث دیگری است. اگر پشت پرده چیزی دیگری است، زیر کاسه نمکاسه است، اون مقوله دیگری است. اگر واقعا با شعار دین، با شعار ایمان، با شعار قرآن جلو می رویم، چرا در این همه دستاندازها و در این خلاصه فراز و فرودها گیر ماندیم؟ ما که نباید اینقدر انرژی و نیرو و تاریخ و سرمایه هامون را در این مسیرهایی که نباید معطل شویم سرمایه گذاری کنیم و هزینه کنیم. خب اجازه بدین بحث خیلی به اصطلاح تفسیری و علمی نکنم، در سطحی که همه استفاده کنم بیان کنم. در بحث امت خداوند می‌فرماید کان الناس امتا واحده، مردم یک امت بودند. فبعث الله النبیین، خب معتقدم خدا 124,000 پیغمبر فرستاده. خداوند پیغمبرها را مبعوث کرد با دو شعار، مبشرین و منذرین. هم مردم بشارت میدهند و هم بیم میدهند. در مقابل برنامه های خوب بشارت میدن، در مقابل برنامه های ناسالم اخطار میدن. علما هم وظیفه‌شان هم بشارت است هم اخطار. هم باید خوبی ها را بگن و هم کاستی ها و ضعف ها را متعرض شوند. پیغمبر فرمود اگر بی جهت تعریف کنین به چهره مدعین مشت خاک بپاشین. و انزل معهم الكتاب بالحق، با اینها کتاب را به حق نازل کرد، فرو فرستاد. چرا؟ لیحکم بین الناس فی مختلفو، در جایی که اختلاف داشتن قرآن داوری کند. این در سیستم زندگی و اداری و اجتماعی همه امتها همینه. حالا قبل از قرآن تورات حکم میکرد، انجیل حکم میکرد، کتابهای آسمانی بعد از آمدن پیامبر اسلام، از لحظه ای که پیغمبر مبعوث به رسالت شده ما معتقد هستیم باید دستورات از قرآن گرفته شود. امروز خیلی ها شعار طرفداری قرآن میدهند اما در عمل خیلی با قرآن فاصله داریم.
قرآن می فرماید امت اسلامی دو ویژگی دارد. یک، بهترین امت است. خیر یعنی بهتر. هیا علی خیر العمل بشتابین به سوی بهترین عمل. آیه را از قرآن عظیم الشان تلاوت میکنم، سوره آل عمران آیه 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ترجمهش اینه، شما بهترین امت هستید که برای مردم پدیدار گشته است. هرچی امتها از زمان آدم ابوالبشر آمده تا زمان خاتم الانبیا پیامبر حضرت محمد شما بهترین امتی در بین این همه امتها. فقط اینجا باید توقف کنیم، چطوری بهترین امتی؟ تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر معروف کنین نهی از منکر کنین، تؤمنون بالله، به خدا ایمان بیارین. میفرماید که طرفداران کتابهای قبلی، ولو آمن اهل الكتاب، اگر طرفداران تورات و انجیل و کتب قبلی هم ایمان بیاورن، لکان خیرا لهم، برای اونها هم این قبول کردن قرآن به خیر و به صلاحشون هست. منهم المؤمنون، یک عده‌شان به قرآن اعتقاد پیدا میکنن، و اکثرهم الفاسقون، اما تعداد زیادشان قبول نمیکنن، هنوز هم طرفدار تورات و انجیل و خلاصه کتابهای قبلی هستن. حالا با همین کلیتش امت اسلام میشه امت برتر؟ یقینا باید این را توضیح بگیریم، روشنی بگیریم. از کی روشنی بگیریم؟ از کسی که قرآن به او نازل شده. پیغمبر میفرماید امت من که من پیامبر اونها هستم و به یه عظمت معرفی شدم، زمانی امت برتر هستم که در بینشان محبت حکومت کند. لا تزال امتی به خیر، همون خیری که در آیه در دو جا خوانده شد، کنتم خیر امتین ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم. این امت زمان امت بالا و مقتدر و سربلند و عزیز است که همدیگر دوست داشته باشند. لو به خیر ما تحابو، عشق بورزن به همدیگر، هوای همدیگر داشته باشند، محبت مردم، حکومت، کشورها، نسلها در جان و دل و در مفکوره هم دیگه باشد. اگر این شرط نباشد، این امت امت برتر نیست. شما تاریخ اسلام را مطالعه کنین، در هر برهه‌ای که مسلمان ها به هم دیگه عشق داشتن، محبت داشتن، سران و رهبران و بزرگان عشق به خدمت، عشق به اعتماد، عشق به پیشرفت را سرلوحه کارشون قرار داده بودند. از مرزها، از نیازها، از مایحتاج ملت به مسئولیت و حساسیت دفاع کردن، او مرحله مرحله رشد اسلام بوده، مرحله پیشرفت اسلام بوده. از اون زمانی که با دخالت بیگانگان، با حرکت‌های برنامه ریزی شده دشمن و مدیریت‌های پشت پرده و پنهان، جامعه اسلامی را از این وسعت نظر دور کردند، ما زوال و افول جامعه اسلامی را میبینیم. و
پیغمبر فرمود یکی از شرطهای برتری و اقتدار امت اسلامی محبت در همه سطوح زندگی است. دو، عدل امانه، امانتها را برگردانند. اجازه بدین، قرآن امانت را فقط به مال نمی داند، اگرچه مال یکی از مصادیق امانت است، قدرت یکی از مصادیق امانت است، اما قرآن می فرماید انسان ها امانت ها هستند. حضرت موسی به فرعون فرمود ادو الی عباد الله، بندگان خدا را در اختیار من قرار بده، اینی رسول امین، من پیامبری هستم، امانتدار انسان. انسان یک موجود استثنایی است، خلقت برای رشد و عزت انسان خلق شده، این انسان را نباید تحقیر کرد، این را نباید تضعیف کرد. زن و مرد ندارد، مذکر و مؤنث ندارد، این انسان خلیفه خداست. خلیفه خدا باید با عزت و با سربلندی در جامعه زندگی کند، با اکراه و اجبار نمی شود انسان را در مسیری که باور ندارد کشان. لذا پیغمبر فرمود و عد الامانه. جای دیگر پیغمبر برای عزت جامعه اسلامی نسخه دیگری پیچیده، می فرماید لا تزال هذه الامه تحت یده الله، این امت مورد حمایت و پشتبانی خداست تا کدام زمان؟ ما لم یداهن قراءها امراءها. خیلی نکته اساس و بروز است، می فرماید تا زمانی که قاریان این امت، اونهایی که شعار قرآن، درس قرآن، حرف از قرآن می زنن، با فرمان روایانشان سازش نکنن، و علمای اینها گناهکارانشان را تبرئه و بیگناه معرفی نکنند. فرمود و نیکانشان بدانشان را پشتوبانی نکنند. تا اون لحظه این امت زیر چتر و حمایت خداوند هستند، چنانچه این کارها را مرتکب شوند، یعنی اهل قرآن بیایند با شعار قرآن از کسانی که برای رسیدن به قدرت، برای رسیدن به امکانات حرکت را آغاز کردن، اینها وسیله اونها شوند، علما ادعی را تبرئه کنند، از آزادی و از حریت فاصله بگیرند. فرمود اگر نیکان بدان را معرفی نکنند، پیغمبر بزرگوار اسلام فرمودن رفع الله عنهم یدهم، خداوند دست حمایتش را از سر مردم و این امت بر می دارد، و سلط علیهم جبابرتهم، انسانهای بیرحم را بر زندگی و بر اداره این مردم حاکم می کنند. امیدواریم که ما با استفاده از نسخه قرآن، با استفاده از راه نمایی قرآن، از شرایط سخت و دشوار و شکننده ای را که از همه جوانب احساس میکنیم بیرون برویم. من اظهار میکنم و اعلان میکنم به همه علما، مخصوصا کسانی که امروز با آدرس دین از حوزه های علمیه، از مدارس دینی، از آدرس روایت و حدیث مسئولیت ها را عهده‌دار هستند،
این مطالب را جدی بگیرم. اینها حرف است که پیامبران وظیفه دارند بگویند. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. پیامبران نیامدن فقط تعریف کنند، آمدن هم بیم بدهن هم بشارت بدهن. باید با تثبت، با مدیریت و موقع خیلی از عوارض را دفع کنیم. با عجله، با بی‌صبری مردم را به سراشیبی و در پرتگاه نرسانیم. خدایا این نسخه شفابخش را که فرمودی هر نیاز در قرآن هست سبب آسایش و آرامش جامعه اسلامی مخصوصا ملت افغانستان بیش از پیش قرار بده. خدایا گوشهای ما را برای درک حقیقت و چشمهای دلمان را برای دیدن حقیقت و قلب هامان را برای فهمیدن حقایق بیش از پیش یاری بفرما. امنیت و عزت و اقتدار جامعه اسلامی خدایا بیش از پیش تأمین و فراهم بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على محمد رسول الله. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والحجة الخلف الصالح. أئمة المؤمنين. بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را در رعایت تقوا پروا پیشه کردن سفارش میکنم. خطبه دوم مسائل که ایجاب میکنه و مربوط به شرایط زندگی و اجتماعی من هست در اولویت هست و اینها بپردازیم. من قبل از اون که موضوعات اجتماعی را مطرح کنم تشکری از همه عزیزان در حرکت بسیار ارزشمندشان در جهت شناخت و معرفتی که به یادگار پیامبر همسر امیر بیان مادر ائمه معصومین سید جوانان اهل بهشت حضرت امام حسن مجتبی و حضرت امام حسین علیهم السلام در ایام فاطمیه داشتن به سهم خودم از وعاظ از عزیزانی که برای تجلیل و تکریم بیبی مجلس گرفتن در مجالس حضور پیدا کردم، از متبرعین که جلسات را حمایت کردن تشکر و قدردانی بکنم. این حرکت حرکت بسیار ارزشمندی است. در همین راستا من دو نکته را عرض میکنم تا آرامتر مطالب را بتوانم منتقل کنم. در تاریخ می نویسم دو زن که در یک مسئله با هم اختلاف داشتن، یکی مسلمان و یکی
معاند یعنی مخالف اسلام خدمت حضرت زهرا رسیدن، اختصم الیها امرأتان، تخاصم یعنی همدیگر در واقع قبول نداشتن. فتنازعتا فی شیء من امر الدین احداهما معانده و الاخرى مؤمنه ففتحت علی المؤمنات حجتها. بی بی سلام الله علیها اون زن مؤمنه را راهنمایی کرد. فتحت حجتها یعنی راه ها را بهش نشان داد، درها را بهش باز کرد. فاستظهرت علی المعانده این خانم توانست در بحث و در مناظره اون زنی را که مخالف بود، گاهی دیدین در فضای مجازی دو نفر دو گروه با هم بحث میکنن یا در یک بحث زنده، بی بی اون کسی را که پیرو اسلام و قرآن بود یاری کرد. ففرحت فرحا شدیدا وقتی در مناظره و در بحث پیروز شد خیلی خوشحال شد، تشکر کرد. زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی خوشی اون خانم را دید فرمود فقالت فاطمه ان فرح الملائکه، فرمود خوشحالی ملائکه ها و پیروزی تو از خوشی تو در مقابل اون کسی که با او مناظره می کردی به مراتب بیشتر است. و این حزن الشیطان و مردتهی به حزنها انکه اشد من حزنها. خب معمولا در میدان هر که برنده باشد خوشحال است، بازنده احساس خستگی و ناراحتی می کند. بی بی فرمود شیطان و پیروان شیطان از شکست اون خانومی که با راهنمایی من او شکست خورد شیطان بسیار ناراحت است. اینجا بود که خداوند دستور داد و ان الله قال لملائکه، خداوند به ملائکه ها فرمود اوجبوا لفاطمه بما فتحت على هذه المسكينة الأسيرة من الجنان الف الف ضعف بما كنت اعددت لها. ملائکه ها برای زهرا طبقات از بهشت، مدارج و در واقع آدرس های از بهشت را چندین برابر از اونچه که قبلا برای بی بی در نظر گرفتین بیشتر در نظر بگیرید. به خاطر این است که ما شخصیت زهرا را بشناسیم. اگر تجلیل می شود از زهرا چه در ولادتش چه در مناسبت وفاتش، همش به این خاطر است که ما زهرا را بشناسیم. کتاب معروفی است، مرحوم شیخ صدوق این کتاب را در قالب صحبت سخنرانی داشتن که بعدها جمع آوری شد به نام امالی صدوق، از یکی از روایات معروف عبدالسلام حروی از امام رضا روایت را نقل میکنه که وقتی پیامبر به منزل حضرت زهرا سلام الله علیها آمدن، بی بی ازدواج کرده بود، دخلت، راوی روایت از پیغمبر جناب حذیفه است، ان حذیفه ابن یمان قال دخلت عایشه علی النبی و هو یقبل فاطمه. همسر پیامبر ام المؤمنین عایشه آمد خانه حضرت زهرا، پیغمبر اونجا تشریف داشتن و بازو و صورت زهرای مرضیه سلام الله علیها را میبوسیدن. از پیغمبر سوال کرد فقالت یا رسول الله اتقبلها و هی ذات بعل، زهرا را میبوسی در حالی که شوهر داره. پیغمبر فرمود لو علمت ودی لها اذن لذت لها ودا، اگر میفهمیدی
در دل من زهرا چی جایی دارد؟ الان که زهرا را دوست داری محبتت به زهرا بیشتر میشه. منم تمام تلاشم اینه که محبت شما را به زهرا بیشتر کنم. چرا؟ چون وسیله نجات است. پیغمبر به سلمان فرمود که سلمان محبت دخترم زهرا صد جا به درد میکنه. فرمود کسی که زهرا را دوست داشته باشه فردای قیامت با من در بهشت یک جاست. بعد پیغمبر جمله جالب را مطرح کردن، فرمودن لما ارج بی الى السماء الرابعه. حالا این روایت اینجا آورده بودم، خیلی قصد نداشتم بخونم. در خطبه اول خیلی با هیجان صحبت کردم، خواستم آرامتر صحبت بکنم. پیغمبر فرمود وقتی مرا بردن معراج، در سوره مبارکه اسراء بحث معراج پیغمبر است، با آسمان چهارم، چون هفت آسمان است، وقتی رسیدم جبرئیل اذان گفت، اذن جبرئیل و اقام میکائیل، جناب میکائیل هم اقامه گفت. ثم قال لی، جبرئیل به من گفت که برو جلو. منم رفتم جلو، گفت یا رسول الله نماز جماعت برگزار میشه، شما امام ملائکه ها هستین. فصلیتو به اهل السماء الرابعه، تمام ملائکه های آسمان چهارم در نماز جماعت به من اقتدا کردند. فلما صلیتو و سرتو الى السماء السادسه، وقتی در آسمان چهارم نماز خوندم مرا بردن به آسمان ششم، و ازا به ملک من نور علی سریر من نور، ملکی را دیدم از نور بر تخت از نور تکیه زده، یک صف ملائکه ها سمت راستشه، ان یمینهی صف من الملائکه و ان یسارهی صف من الملائکه، یک صف ملائکه سمت چپشه. فسلمت فرد علی سلامی، سلام دادم، سلام من جواب داد، و هو متکن، اما بر همون تخت و بر همون جایگاه تکیه زده بود. خدا وحی کرد آی ملک، یسلم علیک حبیبی، حبیب من، و خیرتی من خلقی، بهترین خلق من به تو سلام میکنه، و تو در حالی که تکیه داری جواب سلام میدی. و عزتی و جلالی لتقومن و لتسلمن علی، به عزت و جلالم از جا حرکت کن، روی پاها بیست و پیامبر و حبیب من سلام کن، ولا تقعد الى یوم القیامه، تا روز قیامت هم وظیفت این است که به احترام پیامبر بیستی. اینا همش برای اینه که جایگاه پیغمبر معلوم بشه. پیغمبر میفرماید فوسب الملک، ملک از جا حرکت کرد، مرا به آغوش کشید و یقول، فرمود ما اکرم علی رب العالمین یا محمد. گفت که پیامبر، اسم پیامبر بود، تو چقدر در پیش خدا مقام داری. ما اکرم علی رب العالمین، تو چقدر پیش خدا حرمت داری. این پیغمبری که در این حدی از حرمت است، میفرماید هر که زهرا از او راضی باشه من از او راضی هستم، هر که من از او راضی باشم خدا از او راضی است. گاهی اینجوری میگه، گاهی تعبیر یک جوری دیگه مطرح میکنه، یا ان الله یرضا لرضاک، خدا با رضایت تو راضی میشه، و یغضب لغضبه. ای فاطمه سلام الله علیها در همه صحنه ها حضور داشت، در میادین حساس زهرا حضور داشت، خدیجه سلام الله علیها حضور داشت، زینب که زهرا تربیت کرد در حادثه بزرگ و عامل بیداری و هوشیاری و عزت اسلام حضور پیدا کرد. ما باید زهراشناسی را به عنوان یک راه بیرون رفت از خیلی از مشکلاتمان در دستور کار داشته باشیم. ما
طرفدار حجابیم، ما طرفدار دیانتیم، ما طرفدار تقوا و در واقع پروا هستیم، اما نه طرفدار محجوریت و محرومیت. باید مرزها را به دقت بشناسیم و با هوشیاری از اون چه که باعث ذلت جامعه هست و اون چه که باعث عزت جامعه هست خلاصه پرهیز بکنیم. مسئله دومی را که لازم میدونم مطرح کنم همین مشکلات و در واقع موضوعات است که این روزا جامعه ما گرفتار شده، مسئله ممنوعیت از درس دختران از صنف 6 به بالا. ما به عنوان یک افغانستانی، یک انسانی که سالها نزدیک 2 دهه است در همین سنگر همه صحنه ها را شاهد بودیم، متذکر بودیم، رصد کردیم، اینها را پیگیری کردیم، تا امروز مردم به مقاومت و حضور و در واقع بودن در کشور و حضور در جامعه سفارش کردیم، بارها گفتیم و الان هم میگیم با این طرح موافق نیستیم که زنان ما، دختران ما، مخصوصا دختران ما از درس محروم باشند. این ما عرف قرآن نمیدانیم، این ما سیاست پیامبر نمیدانیم. بله با بیدینی مخالفیم، با بیهجابی مخالفیم، اما باید دنبال راکار بود. من یک مثل میزنم، اگر یک حکومت فاسد شد باید بگیم حکومت تعطیل؟ اگر یک اداره فاسد شد، یک ولسوالی گرفتار فساد و رشوه و حرام خوری شد، باید او ولسوالی را تعطیل کرد یا نه؟ باید عامل فساد شناسایی کرد. طبعا باید عامل فساد باید شناسایی میشه. آدم سالم اونجا باید اعزام بشه. اگر مکتبی مشکل داره، اگر دانشگاهی مشکل داره، باید مشکل حل کرد، نه این که دانشگاه را تعطیل کرد، نه این که مکتب را تعطیل کرد. قضیه بالاتر است. مسئله محرومیت خانم ها از کار کردن در سازمان های غیر دولتی، واقعیت قضیه این است که امروز کشور ما وابسته به تمام معناست. من خودم حدود 40,000 یتیم را به برکت حمایت دفتر آیت الله سیستانی در سراسر افغانستان مساعدت میکنم. 40,000 یتیم. هیچ اداره‌ای به این وسعت یتیم تحت پوشش در افغانستان فکر نمی کنم داشته باشه. خب من با اینها ارتباط دارم، اگر مساعدت همین مؤسسه و سایر مؤسسات به خانواده های بی سرپرست نباشه، نه تنها امرار معاش نمی توانم، اکثرا از گرسنگی نابود می شوند. خب خیلی از سازمان ها امروز مردم کمک میکنه. امارت اسلامی یک بدیل بیاره، بیاره ایتام حمایت کنه، بررسی کنه، خانواده های که ناناور ندارن اینها را تامین بکنه. ما او زمان طرف داریم زنها به سازمان های غیر دولتی کار نکنه، اما بدون یک راه بیرون رفت از وضعیت دشواری که مردم داره فشار آوردن، این یک نوع ظلم به ملت است. بعد ما که در این دنیا ز
زندگی میکنیم با همه دنیا روابط وجود داره، عرض شده و همه میدانیم دنیا دهکده است. آیا افغانستان غیر از کشورهای اسلامی دیگر است؟ قرآن که در افغانستان، دین که در افغانستان به نام اسلام است، با کشورهای دیگه تفاوت داره؟ آیا در کشورهای همسایه اونجا دانشگاه نیست؟ آیا مکتب نیست؟ یک اسلامه، یک دینه. اینها مسائل است که امروز نمیشه اینا را ما نادیده بگیریم. پلان باید سنجیده باشه. اینه که ما بگیم آقا کس حق حرف زدن نداره، این نشد. ما انسانیم، آزادیم و آزادی حق همه بشریت است. ما شاهد واکنش جدی وزارت خارجه 12 کشور، البته اینا اکثرا کشورهایی هستند که خب در افغانستان به نحوی دارن کار میکنن، اینها اعلان کردن که ما کارهامون در افغانستان یا لغو میکنیم یا تعلیق میکنیم. و جای تأسف اینجاست که نزدیک 28 میلیون آدم در افغانستان نیاز به کمک داره. 28 میلیون. حالا آمار آخرین و دقیق خلاصه سرشماری کشورم نداریم، فرض کنین اگر 40 میلیون باشه که بیش از این بعید میدانم باشه، یعنی 12 میلیون میتونن خودشان اداره کنن. این یه حرکتی بسیار خلاصه خطرناک است. امیدواریم که همه صحبت ها در فضای نماز جمعه بر اساس وظیفه است. اگر خدا در قرآن میفرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله، وقتی صدای نماز جمعه به گوشتان رسید با سعی خودتان به این یاد خدا برسانید. مهم این است که در این یاد اون چه که جامعه به اون نیاز داره اونها مورد گفتگو و مورد خلاصه بیداری و تذکر قرار میگیره. ما اگر دانشگاه نداشته باشیم، فردا خواهرای ما فرزند میارن نیاز به مثلا پزشک دارن، آیا پیش پزشک مرد نامحرم اینها فرستاده شه و خوبه یا نه؟ اسلام همون دینی که همه چیز در نظر داره، پزشک متخصص خواهر داشته باشیم، کدامش خوبه؟ مسلم بیاییم درد درمان کنیم. مگه میشه نصف جمعیت یک کشور زنهاست، اینها از همه حقوقشان محروم شدن؟ آیا نظر همه علما همینه؟ آیا قرآن همین رو میگه؟ روایت داریم هر شهری و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهره، همه شهرها نیاز به سه چیز دارن. كل بلد لا يستغني عن ثلاث يفزع اليهم في امر دنياهم و آخرتهم. به سه چیز همه شهرهای دنیا نیاز دارن. یک، فرمودن امیر خیر، مسئول و رئیس و شخصیتی که در بالاترین مرحله قرار دارد اما فرمان روا و نیکوکار است. امیر خیر، حرکتی که میکنه خیر مردم، صلاح مردم، رفاه مردم در او باید نهفته باشد. دو، طبیب بصیر ثقه، پزشک حاذق مطمئن که هم از نظر پزشکی به او بتوانیم اعتماد کنیم و هم از نظر اخلاقی و سلامت.
سوم فقیه آگاه با تقوا. باید این مجموعه در کنار هم تصمیم بگیرن. ما به عنوان یک آگاه در مسائل قرآنی، در مسائل اجتماعی، خیرخواهانه حرف و سخن داریم. بارها گفتیم دنبال قدرت نیستیم، اما طرفدار پیشرفت و عزت افغانستانیم. اون چرا که به صلاح ملت باشد او را بازگو میکنیم و از همه عزیزان، مسئولین، دستندرکاران برادرانه، ناصحانه، دلسوزانه تقاضا میکنیم اون چرا که به صلاح ملت است و عزت و اقتدار ملت می انجامد او را دنبال کنند. اگر به هر دلیلی فشاری هست که ما خبر نداریم، مردم شریک کنند، مردم آگاه کنند، مردم بیدار کنند، متحد جانهای مردان خداست، هیچ اشکالی نداره. این بهتر از آن است که مردم به نگرانی بیفتن. اگر بر اساس یک فرمول است، بر اساس یک حرکت موقت است، مشکلی نداره، حداقل مردم در جریان باشند. امیدواریم که ما با انجام وظیفه و تذکر که خدا در قرآن می‌فرماید یادآوری کن، یادآوری برای مؤمنان سود داره، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، وظیفه الهی و رسالت من را در نماز جمعه ادا کرده باشیم و همه مسئولین و دستندرکاران و کسانی که می توانند در تحولات نقش بیشتر و بنیادی تر داشته باشند در این بیداری و هوشیاری و تصمیم بزرگ بیدارتر و هوشیارتر عمل کنند. خدایا امنیت همه مسلمین ملت ما بیش از پیش تأمین بگردان. ما را در پناه قرآن و راهنمایی های پیامبر مهربانی از دشواری ها و سختی ها خلاصی و نجات عنایت بفرما. خواهران و برادران که با حضورشان نماز جمعه این سنگر عزت و سربلندی و بیداری را یاری میکنند، عزت دنیا و آخرت نصیبشان بگردان. فرج آقا و مولای ما صاحب الزمان معجل بگردان. خدایا پاسداران حریت و آزادی، عزت و بیداری، خدایا در هر سنگری که هستن از همه حوادث و خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. صلی علی محمد.